داریم راجع به یک انیمیشن حرف میزنیم که دو قسمتیه. اولین باره که میبینیم قسمت دوم از قسمت اول بهتر. معمولا هم تو سینما هم تو انیمیشن قسمت دو و سه ضعیفتر میشه. اینجا کاملا برعکس شده، یکش عالیه، دوش شگفت‌انگیزه. رالف خرابکار، دوباره دیدمش و باورم نمیشه که بیش از بار قبل لذت بردم. از چی لذت بردم؟ از قصه؟ آره ولی قصه فوق‌العاده‌ای هم داره. قصه فوق‌العاده‌ای داره، یعنی فیلمنامه بسیار قوی. از رنگ لذت بردم، از سرحالی کار و ساختار درست کار. و از چی لذت بردم؟ برای اولین مرتبه من از یه چیزی که به من القا میکنه لذت وافری بردم. از رفاقت، رفاقت عمیق یک نیمچه هیولا با بازوهای سترگ با چهره ظاهراً آنتیپاتیک، از بد بودن که بعداً انقدر سمپاتیک میشه که برای من یکی از شخصیت‌های موندنی سینماست. رالف خرابکار، قصه آشنایی رالف که معروف به خرابکار، همه چیزو خراب میکنه و از درون یک بازی کامپیوتری اومده و همه کارتونا، همه آدمای کارتونا خوبن و این یکی خرابکاره. این آدم خرابکار برای اینکه تحویل گرفته شه برای دوستانش احتیاج داره مدال بگیره. Only good guys win medals and you sir are no good guy. I could be a good guy if I wanted to and I could win a medal. سرگذشت گرفتن مدالش باید ببینید. قصه‌اش رو دیگه تعریف نمی‌کنم. اما تو این پروسه با یه دختر بچه‌ای آشنا میشه که من عاشقش شدم. یعنی هولناکه. یه دختر بچه خیلی کوچولو، هر چقدر اون عظیم و جسته است و پر قدرته، از در و دیوار رو میشکنه پایین میاد، خراب میکنه و میاد. یه دختر بچه کوچولو که از درون یه بازی اومده با یه چشمانی که من تو هیچ انیمیشنی چنین چشمهایی ندیدم. چشمان درشت از لطافت، از دوستی، از زندگی. معیوبه رالف، یه جور معیوبه از اون آنتیپاتیک بودنش برای همه، خرابکار بودنش. و این دختر کوچولو پنلوپه از پیکسل پیکسل شده. سراسر طول قصه اول این معیوب ما که بی نظیره پیکسل میشه، مرتب خط بر میداره و یه جاهایی، حالا میگم بهتون، اون جایی که دوست پیدا میکنه، دوستی که اول پسش میزنه، هر دو هم دیگر رو پس میزنن، دست میندازن، اذیت میکنن، بعد میرسه به پروسه دوستی. این دوستی چنان عمیق میشه که دیگه ابدی میشه. حالا پروسه ابدی شدن این دوستی رو توضیح خواهم داد، منتها قبل از این توضیح اسم دختر رو تصحیح کنم. وانیلوپه، دیگه یادم میمونه اسمش. این پروسه دوستی تا پایان قسمت اول انقدر خوب کار میکنه که امیدواریم که ادامه پیدا کنه و قسمت دوم میرسه. قسمت اول در جستجوی مداله.
و بالاخره یه مدال رو یه جوی بر میداره و با بدبختی مدال آویزون میکنه به خودش. خب رسیده به آرزوش، اما این آرزوی واقعیش نیست. آرزوی ناخودآگاهش، مگه انیمیشن ناخودآگاه داره؟ رالف داره. تعجب کنید، آرزوی ناخودآگاهش را یافتن یک دوست واقعیه و به این آرزو میرسه. تو قسمت دوم که به شدت امروزیه، یعنی ما وارد جهان امروز، مدرنیزم، پست مدرنیزم، اینترنت، همه یه چیزهایی که میشناسیم، خوشبختانه من کم میشناسم، وارد این جهان میشیم. این جهان رو از طریق نقد به ما معرفی میکنه، نقد تبلیغات این اینترنتی رو، نقد اصلا زندگی های اینترنتی رو. و رفیق ما رالف از طریق دوست داشتن زیادش منجر به ویروس رالف میشه. رالف مشهور شده، پول در آورده و حالا برای اینکه آرزوهای دختر رو، دختر آرزوهاش چیه؟ آرزوی اصلیش مسابقه است، مسابقه با اتومبیل. براش ماشینش رو میسازه، رانندگی یادش میده و این میره ماه، میره جلو و ماشینش میبره از خیلی ها، از همه. حالا دختر ما چی شده؟ تغییر میخواد، زندگی براش یک نواخت شده، در جستجوی تغییره. با یه زنی آشنا میشه که جز سر دسته عراض رو باشه، اما خیلی سمپاتیکه، زنم خیلی خوب در اومده، با یه ماشین پرسرعت. با اون آشنا میشه، با اون عرازل، و ترجیح میده که مدتی با اینا باشه. ماجراهایی داره که باید ماجراهاشو ببینید. از رالف ظاهرن دور میشه و رالفی که به شدت دلش تنگ شده سعی میکنه که دخالت کنه در یکی از ماجراهای دوستش و گند میزنه. یعنی چی گند میزنه؟ یعنی تولید میکنه ویروس رالفو که تمام اینترنت رو اشغال کرده. ویروسی که اصلا چنان جدی شده که خطرناکه، یه کینگ کونگ از توش در اومده. رابطه دخترک ما با این کینگ کونگ به مراتب از کینگ کونگی که قبلا دیدی جدیتر، عمیقتر و دیدنی تره. رالفی که هزاران رالف از توش ساخته شده، خودش رو هم تهدید میکنه و میخواد با خودش مواجه شه. هیچ کس نمیتونه این ویروس از بین ببره، حتی خود رالف. دختر کوچک ما وقتی اسیر میشه، اسیر این هیولای عظیم که داد پر از رالفه و حالا تبدیل شده به این فیگور، با دوست داشتن اونو رام میکنه و اون رام میشه و اون رو پایین میذاره، دخترکو. و حالا ولی هنوز از بین نرفته، حالا نوبت رالف میرسه که چجوری با اون مبارزه میکنه و اون رو از بین میبره. ما تو این پروسه غیر از اینکه با جهان اینترنتی آشنا میشیم، با همه ابعادش، با بازی های کامپیوتری، با بازی های انیمیشنی آشنا میشیم، و چه تدوین خوبی هم داره فیلم. دلتنگی رالف و باهاش همزاد پنداری میکنیم. آرزوی تغییر دخترک رو به شدت باهاشیم. یه جایی هم به دلیل این دخالت
دختره چنان دلگیر شده که ترکش میکنه. راجور رالف، این یادم رفت بگم، تو این فیلم که رالف رو داریم و دخترک رو، پر از شخصیت های منفی هن. و اینقدر این تضاد بین منفی ها و رالف و دخترک درمیاد که این زندگی واقعی، این تضاد بین نیک و بد، خیر و شر و همه تضادهای جهان، خوب هم درمیاره اینا رو. در آخر رالف به این جمع‌بندی میرسه. اینقدر این جمع‌بندی درست انسانی راه گشاست و انسانیه که میگم، یعنی روح رو در بر میگیره و بعد ذهن رو، اینه که دوستتو آزاد بذار، در بندش نکن. در بند کردن دوست ابدی کردنش نیست. آزاد گذاشتنه که این امکان رو میده که این دوستی ابدی شه. رالف در نماهای به شدت تأثیر گذار، اون آدم خشنی که بهتون گفتم، این رو به ما به خوبی القا میکنه، دوستی و آزادی. و رالف واقعا سمبل دوستی و آزادیه و دختره دوستش داره. دو تیکه از مدالی که روش بوده که تو قهرمان زندگی منی میمونه، هر دو نصفی از این مدال رو دارن به خودشون. رالف خرابکار، شاهکار انیمیشن هایی که من تا حالا دیدم. فکرم نمی کنم تا به امروز هیچ انیمیشنی به این قدرت، به این سرپایی، به این آدمیزادی ساخته شده باشه. با خانواده ببینید و حالش رو ببرید. Turns out I don't need a medal to tell me I'm a good guy. Because if that little kid likes me, how bad can I be?